میخوام از یکی از غزل سرایان تأثیرگذار امروز که بیشک یکی از برترین غزل سرایان روزگار ماست، دوست چند دهه‌ای استاد محمد علی بهمنی، استاد عزیز و گرانقدرم استاد محمد سلمانی دعوت کنم برای دقایقی در خدمتشون باشیم. خبر نمی کند اما مناست سر برسد، همیشه عادتش این است بی خبر برسد. چقدر زنده بمانم، چقدر عمر کنم، بمانم این که خبر جان گدازتر برسد. عرض سلام ادب احترام خدمت همه شما عزیزان که گرد آمدید برای تشییع پیکر استاد محمد علی بهمنی که بنده افتخار دوستیش رو از سال 64 دارم. دوستانی هستن اینجا که خیلی پیشتر از من، مثلا سال 46 با استاد آشنا بودن، مثل محمود لشکری عزیز و بهروز رضوی گرامی و دوستان بسیاری از دوستان دیگر. من در طول این دوره که با آقای بهمنی در واقع شبانه روز با هم بودیم بسیار آموختم ازش، چی رو؟ مهربانی رو آموختم، ولی در عمل در اجرا ضعیف بودم، مثل ایشون نبودم. ایشون به خوبی مهربانی رو تعریف میکرد و اجرا میکرد، ولی من نمیتونستم. ما در طول تاریخ ادبیات با دو گونه شاعر روبرو هستیم، یک نوع شاعری که دور خودش حصار مستحکمی ایجاد کرده و اجازه نمیده که کسی ورود کنه، باید حتما مجوز اقامت بگیره و وارد اون قلعه بشه. اما استاد محمد علی بهمنی، دوست نازنین ما، دامنه ای داشت پر از آبشار، به همه اجازه ورود میداد و این همان جا بود که نقطه قوت آقای بهمنی بود، که از همون جا کسانی که سوء استفاده میخواستن بکنن از مهربانی استاد ورود میکردن. استاد با دعوت یک بچه مدرسه‌ای هم میرفت همه جا و ما بارها میگفتیم استاد این پیرامون ما کسانی هستند که آنهایی که دم دستشونه آدمهای دم دستی میدونن یه خورده پرهیز کنید، اما نه، واقعا این مهربانی رو نمیتونست ترک بکنه. این همواره باهاش بود. آقای بهمنی تمام سعیش، تلاشش این بود، همون بوده که در ترانه و در غزل میخواست این دوتا رو آشتی بده، سعی میکرد که گروههای مختلف شعری رو با هم آشتی بده. به همین خاطره که هر دو سو ایشون رو دوست داشتن، اصلا به دیوار معتقد نبود، اصلا به دیوار معتقد نبود. من کسی رو ندیدم که از آقای بهمنی انقدر ناراحت بشه که خودش فاصله بخواد بگیر از آقای بهمنی، نبود اینجوری واقعا. این در مورد شعرش بود. در مورد شکلای شعری هم همینطور، سعی نمی‌کرد بگه که نه من به غزل پای بندم و از پایبران جدی غزل هستم و اصلا با شعر نو، مثلا با شعر سپید میونی ندارم، در حالی که خودش میگه در شعرش جسمم غزل هستم و روحم همه نیمایی، و سعی میکرد در غزلش این رو پیاده بکنه و پیاده میکرد. شعرش رو عامی‌ترین آدم ها میتوانست بفهمه و خواست هم به خوبی از شعرش برمند بودند. بهمنی عزیز به سرزمینش تعلق داشت، دوست داشت سرزمینش رو، میگفت جذبه‌ای دارم، میگفت گر تو مجذوب کجا آباد دنیایی، منم ما جذبه‌ای دارم که دنیا را به اینجا میکشانم. و این چنین کرد و من میبینم کسانی رو که من سالها بود میدیدم، الان اینجا دارم میبینم ایشون، اینها به خاطر آقای بهمنی آمدن. من برای این دوست عزیزمون غفران الهی رو آرزو میکنم و برای خانواده ارجمندشون، پسر گرامیش بهمن عزیز و دختران گرامیشون خانم
خیلی گرامیشون تسلیت میگم و آرزو میکنم که صبور باشن و در صبوری به ما کمک کنن. ممنونم از تمام کسانی که زحمت کشیدن برای از اولین روز بیماری آقای بهمنی. من از آقای صالحی خیلی متشکرم واقعا. از زمانی که در دوره وزارت قبلش هم وقتی که استاد در بیمارستان مدرس بستری بود ایشون آمدن و برای عیادت استاد اومدن و این دوره هم که تمام من از بسمه جمیله آقای صالحی عزیز و دیگر مدیران آقای امیرزاده سپاسگزارم و از همین جا من اون دوست گرامی رو میسپارم به دست دوستان بندر عباسی که قدر این استاد رو بدانن. برای استاد خیلی زحمت کشید برای شعر استاد. تشکر میکنم، ممنون وقتتون رو میگیرم و اجازه میدم